سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو از واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود با خبرهای روز. در برنامه امشب تفسیر خبر میپردازیم به عرصه اقتصادی ایران. پیامدهای اقتصادی برنامه هسته‌ای حکومت فقیه برای مردم ایران چه بوده و چه خواهد بود؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی برنامه روشنی برای حل مشکلات اقتصادی پدید آمده در اثر برنامه هسته‌ای خود دارد؟ تحریم‌ها چه پیامدهایی بر اقتصاد ایران داشته است؟ پرسش‌ها در این زمینه بسیار. در میان می‌گذاریم با آقای جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. تا لحظاتی دیگر. خب من این نکته رو در مقدمه بگم، همونطور که پیشتر در برنامه پیشین اشاره کرده بودیم، عنوان دکترا رو از این به بعد از مدت‌ها پیش فقط برای پزشکان به کار می‌بریم، نه اینکه ندارن. آقای جمشید اسدی تحصیلاتشون دارای درجه دکترا هستن در اقتصاد. سلام به شما جمشید گرامی. درود بر شما جناب چالنگی. جمشید عزیز، خیلی خرسندم که بعد از مدت‌ها باز در این برنامه وزین در خدمت هممیهنانم هستم. باعث خوشحالی ماست و باعث بسیاری از بینندگان ما جویای این بودن که شما کجا هستید. دوست دیوینه و 40 ساله من. جناب اسدی گرامی، یک سوال خیلی ساده هست. به قول علی آقا بود، بقال یا کاسب یا دکاندار محل ما، سوال اینه، یه جمع که بزنیم، یه جمع مختصری سرانگشتی که بزنیم، این برنامه اتمی جمهوری اسلامی چقدر خرج داشته برای مردم ایران؟ بله جمشید گرامی، خیلی سپاسگزارم که سوال سادتون اینه. حالا من حراس کردم که بقیه پرسش های شما چه خواهد بود در این برنامه. بود بودن، یعنی آنچه که میشه تخمین زد، چون دقیقه نمیشه، بسیار ارقام محرمانه است، مخارج محرمانه است. البته دوست گرامی مشترک ما دکتر مهران مصطفی، میفرمایید چنین لقبی رو برای ایشون نگویم، پژوهشگر هستند و استاد دانشگاه در زمینه فیزیک. برآوردی که ایشون کرده اند، البته همچنان که اشاره می‌فرمایید سرانگشتی، حدود چند صد میلیارد دلار است برای این هزینه‌هایی که برای ما داشته، برای یکی از عقب افتاده ترین نیروگاه‌هایی که امروز می‌توان با فناوری در خور در سطح جهانی به دست آورد. اجازه بدید یک نکته دیگه عرض بکنم و پرسش رو همینجا پاسخ داده تلقی بکنیم، و آن این است که ما در اقتصاد یک مفهومی داریم که مثلا بخوایم روایت کوچ و بازار بگوییم، میگیم ضرر به منفعت خوردن. یعنی شما عملا ضرر نکردید، زیان نکردید، یعنی مثلا اگر حساب بانکیتون، این حساب بانکی منفی نشده، ولی پیش خودتون میگید اگر فلان کار رو کرده بودم، مثلا حالا من ساده میگویم، البته این رقم ها دیگه وحشی نیست در جمهوری اسلامی، مثلا 1000 تومان، خاطرتون هست که با 1000 تومان پیش از انقلاب چه کارها میشد در کشور کرد. من بس سادگی البته عرض میکنم،
مثلا میگویید، کسی میگوید اگر 1000 تومن رو به جای این بانک در اون بانک گذاشته بودم اینقدر سودم بیشتر بود، میگید پس نکردم ضرر به منفعتم خورده. خب اینم در اقتصاد حسابش میکنه. امروز ما میدونیم که ضرری که اینو به روشنی و به جرأت میگم، ضرری که به سود ایران خورده است که توانش آن را داشت بدان برسد به مراتب بیشتر از آنی بوده است که عملا پول روشن که در هر حسابداری و هر دفتر و دستکی ضبط شده است از جیب کشور رفته است. اجازه بدید در این مورد به نوشته ای از آقای نجفی اشاره بکنم که بدون شک یکی از برجسته ترین اقتصاددان های کشور هستند و معاون اول رئیس جمهور حسن روحانی هستند. ایشون در اون نوشته که البته اشاره به دوران آقای احمدی نژاد داشت، در همون نشریه صنعت و توسعه که خود از بنیانگذارانش هستند، چنین میگوید که اگر ما درآمد نفتی در دوران آقای احمدی نژاد اصلا نمی داشتیم، زیان آن برای ما سبکتر بود از این درآمدی که داشتیم و اونطوری که آقای احمدی نژاد اونو خرج کردن. خب پس میفهمید بعضی وقتا که چقدر هزینه ضرر که به منفعت میخوره به سود میخوره میتونه واقعا سنگین تر باشه از اون چیزی که یک ضرر عددی و حسابداری باشه. میخوام عرض بکنم که ضرری که به منفعت ایران خورده است در مورد پرونده هسته‌ای از اون هزینه حسابداری که کشور داشته به مراتب سنگین تر است. خب ببینین آقای اسد، یه نکته وجود داره. این در همه جای جهان این اتفاق میفته، در کشورهای آزاد هم هست که دولت‌های پیشین وقتی که رفتن، دولت وقتی رفتن، دولت‌های جدید انگشت اتهامو در خیلی از مسائل متوجه اونا میکنه. اما آیا واقعا به این حد؟ در فرانسه خب انگشت اتهام متوجه شیراک شد وقتی که رفت، در اینجا هم همینطور متوجه جورج بوش شد در مواردی، اما واقعا به این میزان که تمام کار حکومت ایران، افراد حکومت ایران، دولت کنونی، تمام مصیبت ها مشکلات سر آقای احمدی نژاد است. تردیدی نیست با تایید شما که آقای نجفی اقتصاددان به اصطلاح قابل تحمل و درخوری هستن، بدون تردید. اما نکته اینه که چطور کسی در مملکتی آمده 8 سال ریاست جمهوری کرده، برای ریاست جمهوریش به فرمان ولی فقیه آدم کشتن، بقیه در این آدم کشی شریک بودن، الان که رفته همه مشکلات میندازن میگردن، مگر آقای سعید لیلاز یا بقیه هم نبودن همون زمان همین حرفا رو زدن ولی یا به زندان رفتن یا بازداشت شدن؟ آیا میشه واقعا همه این مشکلات رو متوجه آقای احمدی نژاد کرد که حتما بوده بخشی از مشکلات؟ بفرمایید. نه بدون شک خیر، اما جناب چالنگی اون جایی که من مشکل رو میبینم البته متفاوت نیست با اون اشارهی که شما میکنید، اما از زاویه دیگر است. همچنان که اشاره کردید در همه کشورها مرسوم است وقتی که دولتی میرود، دولتی که میآید مادامی که مشکل داره میگه مشکلهای به ارث مانده از مثلا دولت گذشته است. بسیار، البته نه تا به این حد، نه به این اندازه، ولی خب حالا ما بگیم برای اینکه امتیازی هم داده باشیم و نگویند این اپوزیسیون از درون آستین صهیونیسم بیرون اومده و به ما این تهمت ها رو میزنه، میگوییم خیلی خوب، الان در این مورد دقیقا همون چیزی است که در غرب و کشورهای آزاد اتفاق میفته. به باور من مشکل از این فراتر است، ریاکاری است. ببینید بیایید فرض بکنیم که تمام مشکلات مسئولش آقای احمدی نژاد، این فرض ناسواب، نادرست، ناعادلانه. خیلی خوب، سهم مقام معظم رهبری در دفاع راسخ و روشن از آقای احمدی نژاد چه می شود؟ من چندان گیرم می توانم گله نداشته باشم از دولت آقای روحانی که هر مرتبه که صحبت از مشکلات اقتصادی میشه
اشاره میکنند به بی برنامگی، نگویم کلمه بی ادبانه استفاده نکنم، از بی توجهی دولت آقای احمدی نژاد به اقتصاد اشاره میکنند. بسیار، ما قبول کردیم همه رو. خب چرا اشاره نمیکنند به نقشی که مقام معظم رهبری در این مورد داشت؟ آخه آقای احمدی نژاد که تنها نبود، مگر مجلسی نبود که یک مرتبه در مورد تخطی های بودجه آقای احمدی نژاد اعتراض نکرد؟ این دولت آقای روحانی که آمده، که البته به باور من خب متفاوت نیست، اما با این اندک تغییری که داره، ببینید جلوی چند نفر وزیر رو گرفتن، چند مرتبه بودجه آقای احمدی نژاد تخلف داشت و یک مرتبه دولت به عنوان دولت مورد استیضاح قرار نگرفت؟ چند مرتبه شد که در سخنرانی های مختلف مقام معظم رهبری، ولی امر مسلمین رو عرض میکنم، جناب جالنگی، رهبر شیعیان جهان، آقای خامنه ای بدیهی است، چند مرتبه شد ایشون به طور مشخص از دولت خدمتگزار دفاع کردن؟ مگر نبود ایشون در فردای کودتای انتخاباتی در نماز جمعه شرکت کردن؟ میدونید ایشون امروز مقام بالاتر از آنی دارند که در نماز جمعه شرکت کنند، اما در آن نماز جمعه شرکت کردند و به روشنی گفتند مسئله انتخابات تمام شد و من بین این دو نامزد، آقای احمدی نژاد و آقای رفسنجانی، خودمو خیلی نزدیکتر به آقای احمدی نژاد میبینم. حالا آنچه که به نظر من ریا و درویی هست، نه این است که بگویند مشکلات به جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد بسیار سنگین است، درست است، اما شما لابد اومدید همین مشکلات را حل کنید، اما ما اینم نمیگیم، نه، آنقدر سنگین است که فعلا نمیتونید حل کنید. آنچه که ریاست و درویی است آن است که نقش پشتیبان های آقای احمدی نژاد رو نمیگویند. این به نظر من ایراد اصلی است. چرا نمیگویند؟ اینو باید از آقایون پرسید. بله، چند نکته رو اشاره کردین، در حاشیه‌اش من فقط یه اضافه کنم، وقتی گفتن که به مقام آقای خامنه‌ای بالاتر از اونه که بیاد نماز جمعه اجرا کنه، ولی اون بار اومد، بله این اتفاق افتاده، یعنی در ایران، یعنی آقایون مثل آقای خامنه‌ای و بقیه اینها روزخانی که رکن اساسی روحانیت شیعه بوده، یعنی تبلیغات شیعه بوده، الان در واقع آرشون هم میاد که بیان روزخانی کنن، یعنی حتی همون کار همیشگی که میکردن بر منبر و اینها خیلی براشون دیگه کسر شأن ظاهرا به حساب میاد. یه نکته اینم که شما اشاره کردین راجع به اقتصاد، ببینین واقعیت اینه که خود بنیانگذار جمهوری اسلامی وقتی اومد گفت اقتصاد مال چارپایان هست، و پس از ایشون آقایون بقیه چه گلی به سر اقتصاد ایران زدن. سردار سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی و باند مربوطه، اینها چه کردن با درآمدهای نفت ایران؟ شما قطعا اطلاع دارین، من برای بینندگان میگم، تمام درآمد نفت ایران از زمان کشف در شهر مسجد سلیمان تا به انقلاب 57 مبلغ مختلفی بین 120 تا 140 میلیارد دلار برآورد میشه با احتساب نرخ دلار اون موقع بخوایم حساب کنیم، حالون که بعد از انقلاب تا به امروز بیش از 1500 میلیارد دلار بوده. چه کردن آقای اسدی عزیز؟ و این اقتصاد مقاومتی که همین آقای خامنه ای میگه، فقیه حکومت میگه، این چه معنی واقعا داره؟ بله، دو پرسش میفرمایید، اجازه دهید به هر دو پاسخ بدم. این ثروت ایران رفت چون نظام جمهوری اسلامی ماند در کشور. ببینید، این هم در این مورد بیشتر از اینکه به موارد خاص بخوایم اشاره بکنیم، باید دید چرا من میگویم نظام اسلامی که ماند ثروت ما رفت. قصد متلک گفتن و دشمنی کور که نداریم. ببینید، نگاه بکنید در نظام چه میگوید، اینو دقت کنید. خواهش میکنم یک نکته ظریفی در آن است، آنچرا که
در کوتاهی کلام من هست، در کلام ابتر من هست، خواهش میکنم شما برای بینندگان عزیز روشن بفرمایید، چون نکته مهمی است. کلام شما بسیار شفاف و روشن هست، بفرمایید. نظام همیشه انتقاد میکند به مستکبرین، به نظام گذشته و به بسیاری از کشورهای دیگه که اینها ثروت اندوزند و ثروت مردم رو گرفتن، یه عده کوخنشینند. خیلی خوب، پس معلوم شد که انتقاد عمده این است و انتقاد به رژیم گذشته این بوده است که یه عده ثروت رو میگیرند، یه عده فقیر میمانند. خب این بد است، ناعدالتی است. از سوی دیگه هر وقت که مردم اعتراض میکنند میگویند که ما اسلام رو داریم، الفقر و فخری، فقیر بودن فخر ماست و ما نباید به دنبال ثروت باشیم. آقای جنتی فرمودند ما در مورد اقتصاد از بین رفت برود، مردم عادت کنند وعده دوبار غذا بخورن. ببینید تضاد در چیست؟ اگر شما انتقاد به نظامی میکنید که در آن نظام فقیر وجود دارد و مردم رو دعوت میکنید به برانداختن و انقلاب کردن علیه آن نظام، یعنی میخواهید وضع فقیر شما رو ناراحت کرده که این فقیره، میخواد این وضعش بهتر بشه، به رفاه برسه. بعد از 38 سال میگوییم رفاه کو؟ چرا شهروند درآمد ندارد؟ میگویند ما فخرمون فقرمونه، ما مقاومت میکنیم، در فقر به سر میبریم، در اسرت به سر میبریم برای اینکه مثلا بتونیم اسلام رو نجات بدیم. خب ببینید دورویی رو، ببینید ریا رو. اگر شما به نظامی انتقاد میکنید که چرا فقیر داره، یعنی اگر نظام دست من بیاد دیگه فقیر نخواهد بود. حالا فقیر میگه چرا من فقیرم؟ چرا کودک خیابانی هست که قبل از انقلاب که نبود؟ من از انتقادگران نظام پیش از انقلاب بودم و هستم، اما اینطوری که نبود. چرا کارگر حقوق نمیگیره؟ آقا قبل از انقلاب کارگر وارد میکرد کشور از خارج. میگن آقا این چه وضعیه؟ چرا ما حالا اگرم کار داشته باشیم حقوق نمیگیریم؟ میگن این اسلام عزیز، فتنه اقتصادی نکنید. میبینید تضاد یک نظامو؟ ما از این گریز نداریم. از یک سو میگوید چرا فقیر وجود داره، اون نظام نظام طاغوته. از یه طرف دیگه میگیم حالا که نظام دست شماست چرا فقیر وجود داره، میگه این حرفا رو نزنید، اسلام عزیز در خطره. خب پس معلوم نشد چه لزومی داشت که نظام طاغوت سقوط کنه اگه فقیر قرار است فقیر بماند، بلکه فقیرتر از گذشته بشود. این به نظر من نکته است که امیدوارم تونسته باشم آنچه را که بر جان و دلم هست بر زبان بیارم. فکر میکنم مهم است که اینو بینندگان عزیز بدانند. خب بسیار روشن و کاملا شفاف مطلب رو گفتی آقای اسدی عزیز. یه سوال اینجا وقت پیش میاد. ببینید در اینکه این روحانیت حاکم، ملای شیعه، هر اسمی برش میذاریم، امثال آقای خامنه ای، مکارم شیرازی، جنتی و تمام مخلفات این حکومت که هستن، اینها چنین میکنن، در منبر این حرفا رو میزنن و همه این صحبت ها، این شو بر این ریاکاری، این چون به خلوت میروند آن کار که هیچی، سه چهار تا کار دیگر میکنن اینا به جای خود. مشکل پس کجاست؟ مشکل در باور مردم هست، اعتقاد مردم هست به حرفی که ملای شیعه بر منبر میزنه، یا تبحر این ملای شیعه است که حرفو جوری میزنه که همه به اصطلاح خام میشن به قول معروف. کجاست قضیه؟ ببینید من میدونم حرفی که میزنم باعث محبوبیت من در میان هممیهنان عزیزم نخواهد شد. مشکل اصلی دست هممیهنان ماست. اگر ریاکاری ریا می کند برای اینکه به ثروت و مقام دست پیدا کند، خب ریاکار است. او که یک بار فریب می خورد، دو بار فریب می خورد، سه بار فریب می خورد، گویا دلش می خواد فریب بخورد.
بله، این در کشور ما کشوری بوده است که من خب با چند کشور دیگه فقط میتونم مقایسه بکنم، من مطالعه جهان گستر در این مورد ندارم، ولی بدون شک ما کشوری داریم که خدا باور است، کشوری با باورهای ریشه‌دار مینوی. این سر تا پای شاهنامه رو که بخونید این مسئله رو متوجه میشید. اما این باور به مینویت باور مقام و جاه نیست، این باوریست که در هر شهروند ایرانی بوده است. رستم همیشه وقت مبارزه چنین میکرده است، زال همیشه وقت مبارزه چنین میکرده است، پهلوانان همیشه وقت مبارزه چنین میکردن. وقتی پادشاهان میخواستن رایزنی بکنند با دربار، اول به اصطلاح آقایون که الان میگن متوسل میشدن، اما این دوکان نبود. یعنی ببینید مهمترین یک نقطه عطف شاهنامه وقتی است که اسفندیار میآید که رستم رو ببره خدمت پادشاه، میگه تو باید بیای که بگی دین بهی رو قبول داری. میگه آقا چی دین بهی رو قبول داری؟ مگه من غیر از دین بهی بودم؟ میگه باید بیای بگی پادشاه رو قبول داری. میگه آقا چند تا پادشاه رو من نجات دادم، چی به من میگی؟ اینا در دل ماست، دستگاه باسش درست نکنید، اینها ارتباط من است با خدای من. جمشید چطور شد پادشاهی رو از دست داد؟ چون به جای اون ارتباط مستقیم دل دستگاه درست کرد. حالا چه میخواهم بگویم؟ میخواهم بگویم وقتی که ما انتقاد میکنیم از این دستگاه ریا به اسم خدا و به اسم اسلام، نه این است که باورهای مینوی این ملت 3000 ساله بلکه 7000 ساله رو زیر سوال میبریم، نه. حتی شما نمیدانید بینندگان عزیز که این بنده کمترین که در برابر شما هستم چه باورهای مینوی دارم یا ندارم. هرچه هست مسئله خصوصی خودم است. مگر شما اگر پشت دوربین بیاید برای من میگویید رابطه عاطفیتون با همسرتون چگونه است، با نامزدتون چگونه است، با فرزندانتون چگونه است؟ مگر برای این شما رو دعوت میکنن؟ یک رابطه معنوی دارید، براتونم کافی است. حالا فکر کنید من بیام به شما بگم مردم عزیز من به همسرم خیلی علاقه دارم، به من خمس بدید. مردم عزیز من به همسرم خیلی علاقه دارم، زکات به من بدید. خب آخه این چجوریه؟ پس چجوریه؟ پس معلوم شد که اینجا که میگن دین دکان شد همین است. حالا او که من اگر بیام این حرف رو به شما بزنم و شما بپذیرید، اقلا به خمس و زکاتی میرسم. خیلی خوب، با ریا بسیار خوب، با تزویر بسیار خوب، با در هم شکستن شخصیت و فضیلت انسانی بسیار خوب، اما به فایده مادی رسیدم دست کم. شما که یه بار گول میخورید، دو بار گول میخورید، سه بار گول میخورید، خب بالاخره نمیشه گفت که آقا باز آخوند ریاکار. آقا این ملت ملت خرد بوده؟ کوم خرد که در این مورد بتونه عکس العمل نشون بده که گول نخوره، که نپذیره این بازی رو؟ البته اینو من میگم، باید اعتراف بکنم که یکی از کسانی که گول خورد خود من هستم، خودم از این حساب سوا نمیکنم، ولی یه روز بعد بیدار شد، بالاخره ما پذیرفتیم. تازه من از مثلا چپ فعال بودم که گفتیم آقا این برای مبارزه با استبداد شاه همین آقای خمینی درست میگه. هرچی هم گفت گفتیم خب امیدواریم که دم گربه است این حرفشو اون حرفشو. و بعد مثلا در انقلاب من نمیخوام بگم کسانی که به قول شما گول خوردن یا فریب خوردن، ولی آقای خمینی بالاخره اعتبار روحانیت شیعه پشت سر داشت و هیچ وقت تا به حال روشن نه به همچین مقام و جایی نرسیده بودن. بنابراین بعد از آیت الله خمینی همچنان همون فریب رو تکرار کردن، اون هست که خیلی تأسف انگیزه نیست. ببخشید متوجه اشارتون نشدم دقیقا، تکرار بفرمایید. حرف من این هست آقای اسدی عزیز که در دوران خمینی که آمد حرفایی که زد تجربه نشده بود. یعنی وقتی آمد گفت ما میخوایم قدرت سیاسی رو به مردم بدیم، روحانیت دخالت نمیکنه، دلیل در قدرت سیاسی دلیل چندانی نداشت که باور نشه حرفش، چون تا به حال در یه همچین مقام تجربه نبود. بله 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 دقیقاً دقیقاً. خب البته آن چیزی که برای من بسیار بسیار جالب است، دلم میخواد بزنه
یا آقای روحانی بزنه یا بقیه بزنن، باز دوباره همون اعتماد به آقای خمینی. من فکر میکنم یه نکته این وسط هست، یه بخش بزرگی از مردم یا همه اونا هم که به نظر میرسه باور میکنن، باور نمیکنن. یک مقدار هم این ور ریاکاری میکنه، به حکومت وانمود میکنه که باور کرده، هم حکومت هم میدونه که مردم دارن یا باور کنندگان در واقع ریاکاری میکنن، و هم حکومت ریاکاری میکنه. هر دو طرف یک بازی با هم دیگه دارن ادامه میدن تا ببینیم چه میشه. نیست؟ حتما اینطوره. اجازه بدید به یک دو نکته دیگه هم اشاره بکنم. همچنان که اشاره فرمودید در آغاز انقلاب، خب شاید برای خیلی از ماها سخنان آقای خمینی امام راحل رو عرض میکنم بار اول بود، خب یک بار میشد این امتحان رو کرد، اما برای من نکته بسیار جالبی است. خیلی دلم میخواد تجربه شما رو در این زمینه بدونم. در خویشاوندان ما، در اطرافیان من، هر کسی که خدا باور بود، حتی به این حدی که مثلا پیش از انقلاب ما یه مقداری اینها رو میگفتیم، مثلا عذر میخوام از این کلمه که استفاده میکنم، بعضی وقتا میگفتیم اینا امولن، بعضی وقتا میگفتیم شیخن، آن چیزی که باعث شگفتی منه اکثر اینجور آدم ها به خمینی اقبال نکردن، اکثر اینجور آدم ها با تردید نگاه کردن. بله، عجیبه برای من. خیلی از این آدم ها اینطوری بودن. حالا من تعجب میکردم اون موقع که آقا ما که به لحاظ سیاسی داریم از آقای خمینی دفاع میکنیم، شما که خودتون مذهبی بودید همیشه قبل از انقلاب، قبل از این که کوپن بدن به خاطر مذهبی بودن کسی، قرض بدن، وام بدن، شما اون موقع بودید. زمان گذشت تا فهمیدم که چه میگفتن آنها. این نکته نمیدونم شما این تجربه رو داشتید در اطرافیان؟ بله، این تجربه بسیار تجربه درستیست. یعنی منم داشتم این تجربه. من یه مطلب نوشتم جمشید عزیز به اسم جلیل خان و انقلاب، شرح همین موضوع است. کسانی که معتقد بودن، خب اعتقاد داشتن، مردمان مؤمنی بودن، یک معیارهایی در زندگی داشتن، بعد به روشنی دیدن که این معیارها رو این به اصطلاح رهبر شیعیان و مرجع تقلید و هرچی که هست کاری که میکنه خلاف این اعتقادات هست. دقیقا اینی که بیان افسران ارتش رو بیان بگیرن در اونجا در بالای مدرسه علوی تیرباران کنن، به خونه مردم بریزن، مردم رو قطع کنن، میبینن که با حرفایی که همین خود آقای خمینی و بقیه تر طول تاریخ زدن مغایرت داره. ببینید اینجا غیر از این بیرحمی بطرهاش سفارش کرده بود قاتلشو باش مدارا کنن، باید با عدالت باش رفتار بشه، و وقتی دیدن بلا فاصله نسل اولی که سر خورد. بله، برای اونها میگیم، من و جمشید عزیز، این نکته رو سر خورد. کسانی بودن که اعتقادات مذهبی داشتن و به هر حال سر در سودای حکومت و دولت نداشتن، و برای ایران به راهی رفت که امروز نتیجهشو میبینیم. و ببینید در همین موردم اشارتون جمشید گرامی بسیار درسته، ولی من میخوام باز اشاره بکنم اون به آنچه که بیشتر از همه چیز منو زجر میده در مورد جمهوری اسلامی، ریاکاری است. این بیرحمی بر بالای پشتبان مدرسه علوی به جای خود بیرحمی غریبی بود. شما باز هم خاطرتون هست در نسل ما، یک وقتی که یک کسی مثلا موقع لات میگفتیم، یک از این جاهل میگفتن اون موقع، از اونایی که نفسگیر بود و محله قرق میکرد و اینا، اینها یک توی همون جهالت خودشون، لاتگری خودشون، یک پرنسیپایی داشتن. مثلا یکیش این بود که دشمنی رو که کتف بسته است نباید زد. میگفتن این کار مرد نیست. بله، میگفتن مردی نبود فتاده را پای زدن. بله، بفرمایید. دوم میگفتن هیچ وقت دست روی زن نباید بلند کرد. حالا اثر دیدگاهی میگفتن. خب اولا اینها دیدید که با کتف بستگان چه کردند، و این ریاکاری بود. چرا ریاکاری غیر از این بیرحمی؟ مگر نگفتند ارتش برادر ماست؟ مگر نگفتند
برادر ارتشی چرا برادر کشی؟ خب چرا کشتید شما این برادر ارتشی رو؟ این ارتش که در مقابل انقلاب نایستاد، این که جنرال ها که اعلام بیطرفی کردن، علاوه بر اون اینها که کف بسته در اختیار شما بودن، کشتید جمال. که چه؟ و بعد با چه روی رفتید سراغ همین افسران گفتید مملکت در خطر است، برای جنگ با عراق به پا خیزید و اینها به پا خیستن، به پا ایستادن در این مورد؟ خب اینها یک مسائلی است که ببینید آن چیزی که به نظر من ویژگی نظام جمهوری اسلامی است بیشتر از تمام خطاهایی که در اون وجود داره، که خب خطاها کم و بیش میشه آدم جای دیگه ببینه. خب ببینید از محاسن حضور و شرکت آقای جمشید اسدی در برنامه این هست، مثل بسیار دیگه مهمانان که اشراف دارن به زمینه‌های مختلف از اقتصاد شروع میکنیم، در همسایگی اقتصاد یا در بطنش جامعه شناسی هم هست. وقت ما اما متاسفانه کوتاست. فقط یک نکته رو اشاره کنم آقای اسدی عزیز، که ببینید این ریاکاری اصلا رسمیت یافته در به اصطلاح روحانیت شیعه، به عنوان تقیه جایز هم هست، از دیرباز هم بوده، در دوران مشروطه هم دیده شده. به هر حال باز میگم مشکل این بود که فقط آقای خمینی نبود، هنوز که هنوزه اگر یک ملای شیعه به منبر بره و حرفای زیبایی بزنه، باز هستن کسایی که دل میسپرن، همونطور که بسیاری در انقلاب دل سپردن به آیت الله خمینی. با سپاس بسیار جمشید عزیز، با سپاس از اینکه منو پذیرفتید و درود به بینندگان عزیز، تا فرصت دیگر. در ادامه ایران نیمه دوم تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با آقای اسدی بودیم در زمینه اقتصاد، نکاتی رو مطرح کردن. خب زمینه بسیار وسیع و گسترده‌ای هست، مسائل متاسفانه وسیع و گسترده‌ای الان در ایران جاری هست، در زندگی روزمره مردم ایران. امیدواریم بتونیم در برنامه‌های آینده باز به ریشه های این مسائل، چگونگی رفع این مسائل، چه برنامه‌هایی میشه برای حل این مسائل داشت، دولت ها چه کارها کردن در چنین شرایطی، تجربه اندوزی و آیا حکومت فقیه اساسا در صدد حل مسائل و مشکلاتی هست که خود این حکومت در حقیقت آفریده، به وجود آورده و سبب و باعثش بوده. این پرسش ها رو در برنامه های آینده با کارشناسان حتما در میون خواهیم گذاشت. یکی از کارگزارانی حکومت ایران آقای علی اکبر ولایتی هست، طبیب متخصص بیماری های کودکان. ایشون خب سالیان سال وزیر خارجه ایران بوده. یکی از محاسن این انقلاب این بوده که آدم های همه کاره بودن، یک روز میتونن وزیر خارجه باشن، یک روز میتونن وزیر کشور باشن، پس فردا استاندار فلانجا، یک روز رئیس سازمان صنایع گسترش، یک روز در اداره مثلا مبارزه با آفات نباتی مدیر کل باشن، انواع و اقسام شغلا میتونن داشته باشن. این آدم های چند منظوره و البته در هیچ کدوم هم هیچ نوع تخصصی نداره. البته آقای ولایتی منکر نمیشه که تخصصشون چه به اطفال هست، وزیر خارجه ایران یکی از طولانی ترین وزارت خارجه ها داشتن. ایشون اومده یک حرفی زن، بسیار حرف قابل تعملی، که انتشار فکت شیت ایران مذاکرات رو مختل میکنه. همون فهرست مسائلی که مطرح شده در لوزان به تفاهم نام رسیده، ایشون میگه نه نمیشه. چرا آقای ولایتی مختل میکنند توضیح زیادی ندادی، یه توضیحات یاد گرفته از آقای خامنه ای و بقیه، توضیحات غیر قابل قبول. مردم که نامحرم نیستن ظاهرا،
بیایید بگید چه شده، جزئیات مذاکرات چه بوده چه نبوده. حق طبیعی مردم هست، دست کم حق طبیعی همین حضراتی است که به عنوان نماینده مردم در مجلس نشوندید بدونم چه گذشته در لوزان، چه امتیازاتی دادید و چه امتیازاتی احتمالاً گرفتید. چرا مذاکرات را مختل میکنند آقای ولایتی؟ نخیر، مذاکرات را مختل نخواهد کرد، مذاکرات ادامه خواهد یافت. خبرها متاسفانه در این عرصه خبرها چندان خوشگوار نیست و خوشایند نیست. در واقع کنگره آمریکا آقای جان کری رو خواسته که یک بار مجلس نمایندگان، بار روز بعد مجلس سنای آمریکا، توضیحات خواستن قید و بند که کشور همیشه همینطور بوده، کشورهایی که مردم صاحب حرف اول و آخر هستن صاحب داشتن. این نیستش که آقای جان کری بتونه بره بشینه و هر چه میخواد تعهد بده و هر امتیازی، نخه حساب کتاب داره. قید و بندهایی رو ایجاد کردن و توضیح دادن که تمام مذاکرات باید در اختیار کنگره آمریکا گذاشته بشه طبق جدولی که به توافق رسیدن، و به هر حال نظارت خواهد داشت عملا کنگره آمریکا بر روند توافقهایی که بین واشنگتن و تهران به وجود میاد. اما در میون تمام مسائل و مشکلاتی که روزمره مردم ایران با اون سر دست به گریبان هستن، بیدارویی، خدمات پزشکی، بسیاری از مردم محروم، هوای آلوده، آب آلوده، من برای شما عزیزان نباید بگم، خود شما بهتر میدونید و درگیر هستید هر روز، که باعث تأسفه. بخش بزرگی از حکومت ایران همچنان گرفتار مسائل جنسی و جنسیتی است. این قابل تأمل هست و حرفای گاه تأمل برانگیز. یک تشکیلاتی را افتاده به اسم مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، که کسانی هم مثل آقای رضا غلامی، ایشون هم مسئولش هستن، رئیس اینجا هستن، حرفی زده حرفستان که برابری جنسیتی باعث ظلم و ستم به زنان هست. شما بذارید اول از خود زنان بپرسید آقای غلامی، از بانوان ایران بپرسید که برابری، یعنی در تمام این جوامعی که حقوق برابر دارن در عرصه‌های مختلف، به نظر این بابا که دست ایشون هم به دم گاو مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا بسته است، این ظلم به زنه. از اون بانمکتر در واقع یا قابل تأملتر، یکی دیگه از همکاران خود ایشون هست در همون مرکز، که ایشون انگاری مسئول تمام امور چی شدند، یعنی امور مربوط به زنان در سراسر دنیا. من این خبری دارم از یکی از همکارهای خود ایشون. هم البته قبل از ایشون سردمدار چون این تفکراتی در ایران، یکی از سردمداران آقای مصباح یزدی، ایشون هم باز در همین زمینه، مدافعان حقوق زن، گفتن همین امروز چهارشنبه مدافعان حقوق زن دنبال چی هستن؟ جوابهای مختلفی وجود داره، اما به نظر آقای مصباح یزدی مدافعان حقوق زنان دنبال برهنگی زنان هستن. ایشون معتقد هست، یعنی میگه با اعتقاد کامل، که کسان که از حقوق زنان دفاع میکنن در واقع دنبال این هستن که زنان رو برهنه در خیابانها و در اماکن عمومی و در جاهای دیگه بیارن. این اگر بی احترامی به مدافعان حقوق زنان که به جای خود به بانوان نیست، من نمیدونم این رو چه تعبیر دیگه ای که یک روحانی مثلا، حالا روحانی خب همینطور گفته میشه، این اسم هست دیگه، تنها
موردی رو که درباره حقوق زنان میدونه هستش که کسانی که دنبال تأمین حقوق برابر برای زنان هستن در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اینا دنبال این هستن که زنان رو برهنه کنن. یعنی در این کشورهایی که برابری حقوق هست، از صبح تا شب زنان بلند میشن لخت و پتی تو خیابونا و مجامع عمومی و ادارات را میفتن میرن. یکی دیگه از همکاران اون آقای غلامی در صدرای که گفته بود ما به سطوح آمده ایم از اینکه در غرب این همه به زنان ظلم میشه. ایشون در مؤسسه صدرا به سطوح آمدن از اینکه این همه به زنان ظلم میشه و خواستن که دنیا، جامعه جهانی به قول خودشون کاری بکنن در این مورد جلوگیری کنن، در جاهای دیگه به زنان ظلم نشه، یعنی زنان وضعیتی پیدا کنن مثل ایران که به هیچ وجه من الوجود به زنان در ایران ظلم نمیشه، به دختران ابدا ظلم نمیشه. این حکومت ایران از روزی که آمده نه تنها در ایران که در منطقه دنبال این بوده که ظلم رو برچینه و به همین دلیل هم هست که دستی دراز کرده در اوضاع یمن، در اوضاع سوریه، در اوضاع عراق. هزینه این دست درازی رو چنانچه مردم ایران بپردازن باکی نیست. در لبنان سالیان سال هزینه هایی بر مردم ایران تحمیل شد، سرانجام چه شد؟ در مسئله فلسطین حمایت بیدریق و چند ده میلیون دلاری و بیشتر در مورد حزب الله که بیش از میلیارد دلار، در مورد عراق همینطور، در اوضاع سوریه که سر به بیش از ده میلیارد دلار میزنه، کمک های نقدی، کمک های دیگه به جای خود. این نکته رو هم همینجا من اشاره بکنم، اینا همه در مسیر ظلم ستیزی، در مسیر این هستش که در جاهای دیگه به مردم ظلم میشه برای اینکه ظلم نشه و بیان مردم خوش و خرم و خندان و بدون مسئله باشن همچون مردم ایران. اینه که وظیفه الهی اسلامی سیاسی برای خودش حکومت ایران قائل شده که بره و در اونجا دخالت کنه، جلوگیری کنه از ظلم شدن به مردم اون مناطق. پس از انقلاب اسلامی در ایران، حکومت ایران سالانه مقدار قابل توجهی نفت به طور مجانی در اختیار سوریه قرار داد و بخش بزرگی، نزدیک به روزانه آمار دقیق وجود داره، من الان در دسترس ذهنم نیست این آمار دقیق، و مقداری هم نفت ایران با قیمت ارزان‌تر به بهانه اینکه در خط اول جبهه مبارزه با اسرائیل است. اون نفت مجانی که رفت، نفت با قیمت ارزان، نزدیک این رقم هست، بالای 3 میلیارد دلار سوریه بدهکار شد که آخر کار هم دستی بر شانه هم کشیدن و این 3 میلیارد دلار، بیشتر از 3 میلیارد دلار هم باد هوا شد در زمان حافظ اسد، پدر بشار اسد. برحال نکته رو که اشاره کردم، هزینه هایی که این ظلم ستیزی به قول این بابای مشغول در انجمن پژوهش های علوم اسلامی انسانی صدرا، به زنان جهان ظلم میشه و ما به سطوح آمده ایم. یعنی خسته شدن این بابا، به زنان در جهان ظلم میشه و اینا همینطوری آرام نشستن. برای هزینه ظلم ستیزی این حکومت، برای هر ایرانی تقسیم به جمعیت ایران بشه چقدر در میاد، روزی باید به این حساب ها رسیدگی بشه. یعنی روزی باید نشست اقتصاددان ها بیان و جمع و ضرب و تفریقی بکنن نسبت به مردم، از جیب چه کسانی میره
گفتن ند. درآمدهای مردم ایران هست، درآمدهای کودکان ایرانی هست، درآمدهای نسل‌های آینده ایرانی هست که صرف ماجراجویی های بی هدفی میشه، بی نتیجه. اگر هدف تا اندازه روشن هست، صدور انقلاب اسلامی هست، اما آیا نتیجه ای که عاید میشه تا کنون عاید شده برای مردم ایران سودی داشته؟ این پرسشی است که در برابر حکومت ایران قرار داره. سالیان سال دخالت در اوضاع داخلی بسیاری از کشورها از جمله لبنان، عراق، صرف هزینه‌های بسیار، کمک‌های مالی بی‌دریغ به گروه‌هایی مثل حماس و شبیه حماس در سراسر منطقه، به دولت سوریه، آنچه که به حوثی‌های یمن داده میشه، شیعیان چهار امامی در یمن، اینها چه سرانجامی خواهد یافت؟ چه سرانجامی در چه جهتی خواهد یافت؟ اگر هدف برهم زدن استقرار و امنیت منطقه هست، این حرفی است. ولی چرا و چه سودی از این بابت عاید ایران خواهد شد؟ این درآمدها آیا بهتر نمی بود اگر صرف امور روزمره مردم می شد؟ آینده سازی برای کودکان ایرانی، کودکان خیابان خواب، کارتون خواب ایرانی، نازنین فرزندان ایران زمین که هیچ آینده‌ای در برابر خود ندارند و شبان روزی غم‌انگیز در داور رو در خیابون‌ها و بیغوله‌ها می‌گذرونه. این درآمدها در واقع آینده کودکان ایرانی است که هدر میشه. دیکتاتوری‌ها مانند دیکتاتوری دینی ایران، این نیست که آنچه رو که مربوط به اکنون و نسل‌های کنونیست برباد میدن، که آینده سوز نیز هستن. آینده کودکان ایرانی رو چه کسانی باید بسازن جز حکومت‌هایی که در ایران بر سر کار بوده و هستند، دولت‌هایی که بوده و هستند؟ تعریف نظام حکومتی ایران روشن میکنه تفاوت‌هایی رو که این نظام حکومتی با نظام‌های حکومتی دیگه داره، حتی با دیکتاتوری‌های دیگه. ساختار دیکتاتوری‌های منطقه‌ای روشن و ساختار دیکتاتوری‌ها در سایر نقاط جهان روشن. تنها دیکتاتوری دینی هست، تنها استبداد دینی هست که حکومت میکنه رسما. یک روحانی، یک ملبس به لباس روحانیت در رأس حکومت هست و پایین تر از اون ریاست جمهوری. دو امر کاملا متضاد، دو تعریف کاملا متضاد برای دو سمت مختلف. ولایت فقیه که جوابگوی هیچ مقامی نیست، مقام مسئول پاسخگوی نیست، نه در برابر مجلس، نه در برابر مردم و نه در برابر هیچ کس. نمایندگی میکنه عملا اونگونه که مدعی هستند خداوند رو بر سر. و جمهوری، جمهوریت باز برخواسته از مردم. من چون شاهد بودم نوشتن قانون اساسی رو، اینو بارها گفتم، تحمیل شد به آیت الله خمینی و همراهان ایشون، وگرنه به هیچ وجه خواستار این نبودند که همونطور که در کتاب حکومت اسلامیشون نوشته بودن، همونطور که در رساله های دیگه شون نوشته بودن، صحبت از جمهوری وجود نداشت، صحبت از ولایت و فقیه بود. در حکومت فقیه آیت الله خمینی جایی برای ریاست جمهوری نبود. اما پس از انقلاب
نمیشد یک شبه چنین کرد به جایی رسید که امروز رسید. نمیشد جمهوری رو، جمهوریت رو نادیده گرفت و پستی برای ریاست جمهوری نگذاشت. اما در انقلاب سه شعاری که داده شد جمهوری اسلامی بود. پسوند اسلامی رو پیش از اینکه به رفراندوم گذاشته بشه همه پرسی اضافه کرده بودن و بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی هم به عنوان ترفند سیاسی همراه شده بودن با این سوال، بدون پرسش اینکه محتوای این جمهوری اسلامی چیست. و شعارهای دو شعار دیگه هم که استقلال بود که ایران هرگز مستعمره نبود، آزادی بود که محدودیت های در عرصه آزادی وجود داشت، آزادی احزاب. اما مفهوم روشنی رو از آزادی هیچ کدوم از احزاب به درستی بیان نکردن و روشن نکردن، کما اینکه بعد از انقلاب نیز چنین بود. آزادی محدود شد به فحاشی، به حکومت پیش از انقلاب، دربار پیش از انقلاب و فحاشی به حزب و گروه مخالف. برگردیم به سخن نخست یا سر سخن، اینکه اخلاقیات در جمهوری اسلامی چرا در رفتار و کردار زنان خلاصه میشه؟ چرا حکومت ایران، مسئولان حکومت ایران اخلاقیاتی رو پی گرفتن و بنا گذاشتن که به شکل چماقی بر سر دختران و زنان ایرانی هر روزه وجود داره و قربانیان بسیار گرفته تا به امروز؟ چرا یک مرجع تقلید که حالا این بابا آقای مصباح یزدی با صدای بلند میگه و هر از چنگاهی، آقای ناصر مکارم شیرازی، یکی از مخالفان من، بارها خونده بودم مطالب آقای ناصر مکارم شیرازی رو پیش از انقلاب، مخالفان سرسخت رفتن بانوان و دختران ایرانی به دریا بودن. چرا؟ مگر اخلاقیات همین هست که اگر بانوانی دخترانی به دریا رفتن تمام اخلاقیات جامعه از بین میره؟ در جوامع دیگه چنین میکنن و جامعه برخوردار از اخلاقیات خودش هست و هیچ اتفاقی هم نمیفته. این تأسف برانگیزه که در تمامی شرایط، در تمامی مصیبت ها، در تمامی اوضاع و احوالی که منطقه به سر برده میبره و خواهد برد، کارگزاران حکومت ایران همچنان از پرداختن به این موضوع که زنان رو اجازه ندن در عرصه اجتماعی، سیاسی و زندگی روزمره صاحب منشأ و تأثیری باشن غافل نمیشن. اما در برابر هم این رو هم باید گفت که از 23 بهمن ما تا به امروز هم زنان ایران بودند که هرگز در مجموع و در اکثریت زیر بار اشافات برآمده از انقلاب نرفته و تا به امروز نرفته و نخواهند رفت، اونطور که نشونه ها نشان میده. با سپاس از شما که همراه ما بودید تا این لحظه در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر برای شما عزیزان در هر کجا که هستید، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران، دنا، دراک و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. We'll be right back.